در یک سال پس این شمار از کشورها به افغانستان نماینده سیاسی فرستادند و برخی از نمایندگان کشورهای دیگری هم ماموریت سیاسیشان در اینجا به پایان رسید. ماموریت آنانی که به پایان رسیده است در چه شرایط کارشان را آغاز کردند و حالا چگونه یک افغانستان را ترک می کنند؟ تعامل آنان با حکومت سرپرست چگونه بوده و چه میراثی را به کسانی که جایگزین آنان می شوند به جا گذاشتند؟ آیا از دید این نمایندگان سیاسی افغانستان هنوز هم در محراق کشورهای جهان قرار دارد، به ویژه در کشورهای منطقه، یا خیر؟ آقای منصور احمد خان، سفیر پاکستان به افغانستان، نماینده‌ای که ماموریتش در کشور به پایان رسیده، مهمان این گفتگوی ویژه ما هستند. من حامد بهرام، میزبان شما و آقای سفیر هستم. آقای منصور احمد خان، سفیر پاکستان در افغانستان، تشکر از این که برای ما وقت گذاشتید. تشکر. خرسندم که تولونیوز این فرصت را برایم داده است تا با این گفتگو روی نمایه حضور یابم. اگر از اینجا آغاز کنیم که شما در سپتامبر سال 2020 ماموریتتان را آغاز کردید. شما به عنوان سفیر در زمان جمهوریت آمدید و تحت امارات اسلامی نیز کار کردید. پرسش من این است که کار کردن و تجربه کردن دو حکومت در یک مدت بسیار کوتاه چگونه حس دارد؟ My question is how it feels working with two governments and experiencing two governments in a very short span of time. I think this was my appointment as ambassador. گزینش من به عنوان سفیر در یک زمان بسیار مهم صورت گرفت و آن زمانی بود که پروسه صلح در یک چرخش کلی قرار داشت و توافقنامه دوحه میان طالبان و ایالات متحده به امضا رسیده بود. در آن زمان تلاش‌ها از بهر حفظ صلح و ثبات جریان داشت. این یک مرحله بسیار مهم بود و بله، به گونه‌ای که شما گفتید، من در حکومت پیشین نیز کار کردم و پس از آن تغییرات صورت گرفت و تحت حکومت موقت نیز خدمت کردم و اکنون ماموریت خیش را به پایان می رسانم. اما این نخستین مسئولیت من در افغانستان نبوده. پیش از این 10 سال پیش نیز به عنوان معاون هیئت فرستاده شده به افغانستان کار کردم. در وزارت نیز رئیس بخش افغانستان بودم. این فرصت را برای مهیا ساخت و خرسندم که از دیر زمان در مسائل روابط میان افغانستان و پاکستان سهیم بودم. و حالا به گونه کامل با فرهنگ و مردم افغانستان آشنایی دارید. چه تفاوت ها را در میان دو حکومت دریافتید؟ Pakistan and Afghanistan have very close cultural relations. Our religion is same, our culture is same, our history is same. And because of that there is so much of connectivity between the two. فکر می کنم پاکستان و افغانستان یک ارتباط فرهنگی بسیار نزدیک دارند. دین، فرهنگ و تاریخ ما یکسان است. به همین دلیل روابط اجتماعی و روابط میان مردمی هر دو کشور وجود دارد و این اتصال ادامه داشته است. زمانی که یک تغییر از یک حکومت به حکومت دیگر و یا هم از یک سیستم سیاسی به سیستم دیگر سیاسی به میان می آید، البته در برخی موارد منجر به چالش ها می شود و در عین حال فرصت هایی را نیز به میان می آورد. من فکر می کنم روابط متقابل با هر دو حکومت سازنده بوده. من امیدوارم که چالش هایی که افغانستان و حکومت امروزی با آن روبرو است، حاکمان کنونی افغانستان با توافق با نهادها، اجتماع و مردم بتوانند که برای بهبود حفظ ثبات و صلح و بهبودی اقتصاد افغانستان به جلو حرکت کنند تا برای مردم فرصت زندگی بهتر فراهم شود. کشورهای همسایه افغانستان به شمول و همچنان جامعه جهانی در کنار افغانستان هستند تا این گونه روندها را در افغانستان پشتیبانی کنند. And I think Afghanistan's neighbors, including Pakistan, international community, is there to support this kind of process in Afghanistan. Of course, there were some challenges back when the Republic. البته چالش‌های میان افغانستان و پاکستان در زمان جمهوریت وجود داشت و در دوره این حکومت نیز همین گونه است. می‌خواهیم بدانیم که در حال حاضر تعریف شما از روابط میان امارات اسلامی افغانستان و دولت پاکستان چگونه است؟ The Islamic Emirate of Afghanistan and the Pakistan government now. پاکستان همواره روابط دیپلماتیک با افغانستان را حفظ کرده است. حتی در زمان چند دهه گذشته که ما شاهد جنگ و هرج و مرج در این کشور بودیم و پاکستان همواره موجودیت دیپلماتیک خود در افغانستان را حفظ کرده است. چون روابط میان مردم هر دو طرف بسیار مستحکم است. روابط مردم با مردم، روابط اقتصادی و همچنان متکی متقابل اقتصادی میان دو طرف قوی بوده و پاکستان همواره تلاش کرده است
که این روابط را حفظ کند. پس از تحولاتی که در 15 اگست سال 2021 که شما به آن اشاره می کنید به وجود آمد، پاکستان تلاش کرد که نقش سازنده را با دیدگاه این که مردم و جامعه افغانستان را کمک کند. بدون بر رسمیت شناختن حکومت. بله، بر حسب تخلیه، کمک های بشردوستانه، روابط میان مردمی، ویزا و همچنان کار با نهادهای افغان و حکومت موقت از بحر گام برداشتن به جلو به خاطر تعامل آنان با جامعه جهانی که شامل همشمولیت، حقوق بشری، چارچوب کاری سیاسی و مبارزه با هراس افغانی در منطقه می شود تلاش کرده ایم. ما توانستیم یک تعامل سازنده ای را حفظ کنیم، اما مهم است که این تعاملات نه تنها ادامه یابند بلکه باید مستحکم نیز شوند. تلاش های جامعه برای جستجوی راه حل های دائمی به خاطر چالش هایی که با آن روبرو می شویم وجود داشته باشند. می خواهم یک دید مقایسه‌ای درباره حکومتی که در افغانستان حاکم بود داشته باشم. اگر مقایسه کنیم، در حال حاضر شما با کدام حکومت روابط بهتری داشتید؟ این موضوعی است که من در سوال قبلی کوشش کردم به آن پاسخ بدهم که روابط ما با دولت افغانستان است. این یک نوع روابط دولت با دولت است. زمانی که روابط به گونه دولت با دولت باشد، حال این حکومت جمهوریت بود و یا در حال حاضر که حکومت سرپرست طالبان است، ما عین شکل روابط دولت با دولت را داریم. اما دوره کنونی یک سلسله چالش‌های خودش را دارد، به خاطر که حکومت کنونی تا کنون از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشده است و اینها در روند تعامل با جامعه جهانی قرار دارند و در این راستا چالش‌های زیادی هست که نیاز به رسیدگی دارد. بنابراین تلاش ما در جریان تعامل با حکومت افغانستان در این مدت این بوده که در نخست افغانستان به سوی یک صلح پایدار، ثبات و ترقی به پیش برود. دوم این که روابط پاکستان و افغانستان پایدار و مستحکم بماند و این روابط ادامه پیدا کند و تعامل در راستای اقتصاد و ارتباط مردم با مردم بیشتر شود. آقای سفیر، شما درباره بر رسمیت شناختن صحبت کردید که در حال حاضر با جامعه جهانی در جریان است. پاکستان در دهه 90 از جمله سه کشوری بود که حکومت طالبان را در دوره نخستشان بر رسمیت شناخت. چرا حالا بر رسمیت نمی شناسد؟ This change has taken place in a very different circumstances. We have seen that in the developments that have taken in last 2-3 decades have indicated that Afghanistan should now move. این تحول در یک شرایط کاملا متفاوت نسبت به تحولات 2-3 دهه پیش که ما شاهد آن بودیم صورت گرفت. این نشان می‌دهد که افغانستان اکنون باید از جنگ به سوی یک ثبات پایدار و تعامل با تمام همسایه‌هایش و جامعه جهانی برود. از همین رو به خاطر همچون روابط و اهداف، این مهم است که موضوعات تعامل با حکومت افغانستان و یا به رسمیت شناختن حکومت موقت افغانستان بر اساس یک توافق صورت بگیرد که در آن همسایه‌های افغانستان، منطقه و جامعه جهانی دخیل باشند. بنابراین این پالیسی پاکستان است که موضوعات تعامل با افغانستان در هماهنگی با منطقه، همسایه‌های افغانستان و پشتیبانی جامعه جهانی به پیش برود. چون این مهم است که ما از یک جنگ 14 دهه‌ای دوامدار که در افغانستان وجود داشت بیرون شده ایم و به یک دوره صلح و ثبات در منطقه رسیده ایم. Within the region, within among the neighbors, and with some kind of international support also, because that is important so that we come out of the continued conflict in Afghanistan for which has been there for past 4 decades and move towards an era of peace and stability in the region. اما این یک باور کلی است که کلید بر رسمیت شناختن در دست آمریکا است و پاکستان این راه را دنبال می کند. اگر ایالات متحده حکومت افغانستان را بر رسمیت بشناسد، پاکستان نیز بر رسمیت خواهد شناخت. آیا این حقیقت دارد؟ Key to recognition and key to durable stability in Afghanistan is in Afghanistan. کلید بر رسمیت شناختن و کلید ثبات پایدار افغانستان در داخل افغانستان وجود دارد. افغانستان باید مسائل خود را خودش حل کند. به مسائل همشمولیت، چارچوب حقوق بشری و مسائل نظام سیاسی در داخل افغانستان بپردازند. افغانها، حکومت افغانستان و نهادهای افغان بهترین گزینه‌هایند که به این موضوعات رسیدگی کنند. بنابراین من با این ادعا که گویا کلید صلح
صلح و ثبات و به رسمیت شناختن و یا هر موضوع دیگری که بستگی به قدرت‌ها به شمول ایالات متحده آمریکا است مخالفم. من فکر می‌کنم که از دید ما این کلید در داخل افغانستان وجود دارد و از همین رو این مهم است که افغانستان و همسایه‌هایش تعامل بنیادی داشته باشند تا این روند صلح، روند سیاسی در داخل افغانستان برای ثبات، حکومتداری و پیشرفت بهتر در تمام عرصه‌ها بر اساس خواست و نیازهای افغان‌ها صورت بگیرد و از سوی همسایه‌های افغانستان، منطقه و جامعه جهانی پشتیبانی شود. And then is supported by Afghanistan's neighbors, by Afghanistan's region and the international community. میخواهم به بیننده ها واضح بگویید که بزرگترین چالش فراراه بر رسمیت شناختن حکومت کنونی افغانستان منحیث یک حکومت مشروع چیست؟ زمانی که حکومت موقت کنترل افغانستان را به دست گرفت، پیشرفت های در برخی از موارد داشت. شما میبینید که اوضاع امنیتی بهتر، نظم خوبتر در کوچه ها، نهادها و وزارتخانه های افغانستان به گونه عادی کار میکنند و حکومت دارد پیشرفت میکند و در حال تعامل با جامعه جهانی بوده. تجارت با کشورهای همسایه نیز صورت میگیرد. اما موانع ها برای بر رسمیت شناختن کدام هستند؟ You know, this has to move forward in accordance with بله، این باید در هماهنگی به جلو حرکت کند و موضوعات مانند یک چارچوب همشمول سیاسی در نظر گرفته شود. افغانستان یک کشور متشکل از اقوام گوناگونی بوده، نیروی سیاسی متنوع داشته و این نیروها به خاطر داشتن یک سیستم پایدار سیاسی در تعامل شوند. همزمان موارد دیگر همچون حقوق بشری، آموزش دختران، مبارزه در برابر هراس افغانی. بنابراین فکر میکنم حکومت سرپرست کنونی در داخل کشور و جامعه بر این موارد در تعامل است و باور دارم این یک روند است. تنها یک سال از روی کار آمدن حکومت می شود و این یک روند است و باید به عنوان یک روند به پیش برود. And it is a process, and this should be moving forward as a process. And the international community demands, including. جامعه جهانی، کشورهای منطقه و پاکستان تقاضای حکومت همشمول دارند و میگویند هر کس باید در ساختار سیاسی شامل باشد. این چیزی است که طالبان میگویند وجود دارد و همچنان میگویند که این مداخله در امور افغانستان است. شما چی میگویید؟ An interfere in the Afghan domestic affairs. What's your response? We believe that Afghanistan is an independent and sovereign country, and therefore Afghanistan has to ما به این باور هستیم که افغانستان یک کشور مستقل است. بنابراین باید به مسائل مطابق به حق حاکمیت و نیازهای مردم خود رسیدگی کند. پاکستان من حیث کشور همسایه ارتباط بسیار نزدیک با افغانستان دارد و نمیخواهد در مسائل داخلی افغانستان دخالت داشته باشد و باید بگویم که میدانیم که ما در یک چارچوب جامعه جهانی زندگی میکنیم. جامعه جهانی میداند و همچنان تاکید دارد که افغانها بر حسب داشتن یک ساختار فراگیر سیاسی، آموزش، حقوق بشری و مبارزه با هراس افغانی نیاز دارد و باید به عنوان یک دولت به این همه رسیدگی شود و حکومت سرپرست نیز در این راستا مسئولیت دارد و این مداخله در مسائل داخلی افغانستان نیست و ما به گونه کامل به حاکمیت و تمامیت ارضی افغانستان احترام میگذاریم. It is not an interference into the Afghan affairs because we fully respect Afghanistan's sovereignty and territory. The points you mentioned, Mr. Ambassador. نکات را که شما به آن اشاره کردید، آیا موانع صد راه بر رسمیت شناختن است؟ No, these are not the obstacles. I would say that these are. نه خیر، اینها موانع نیستند و می خواهم بگویم که اینها ساحه‌های ارتباطی میان حکومت کنونی افغانستان و جامعه جهانی است و شما به یاد دارید ما یک مجتمعی از کشورهای همسایه داشتیم که در اسلام آباد، تهران و در چین شکل گرفت و دیدار بعدی در ازبکستان برگزار خواهد شد و تمام کشورهای همسایه این موضوعات را با حکومت کنونی بحث خواهند کرد. ما نمی توانیم بگوییم که این گونه از شرایط است، اما تمرکز تعامل روابط تشخیص اهمیت این همه است و ما باور داریم که حکومت موقت افغانستان نیز اهمیت این موضوع را درک می کنند. بار دیگر تاکید می کنم که این یک روند سیاسی است و همه ما نیاز داریم تا آن را ادامه دهیم و امیدوار هستم که به این موضوعات به خاطر حرکت به جلو رسیدگی شود. All need to continue on this political process and hope that these issues are addressed as we move forward.
این تا اندازه پیچیده است. اگر طالبان این اصول و مسیر را که جامعه جهانی نشان می‌دهد، آن را تعقیب کند، آیا به رسمیت شناخته خواهند شد؟ No, but it is not just the, what international community wants. It is also what the Afghan نه خیر، این چیزی نیست که تنها جامعه جهانی آن را می‌خواهد. مسئله مهم این است که ملت و مردم افغانستان نیز آن را می‌خواهند. به نظر من مهم این است که این روند در داخل کشور و تحت حاکمیت افغانستان ادامه یافته و به جلو حرکت کند و تعامل جامعه جهانی تنها یک پلتفرم است که دیدگاه خود را با حکومت موقت و مردم افغانستان شریک می‌سازد و باید به همه این مسائل در داخل افغانستان رسیدگی شود و به همین خاطر گفتم که کلید پیشرفت و صلح پایدار در داخل افغانستان است. All these issues again have to be addressed within Afghanistan. So that is why I said that key to forward movement and durable stability is inside Afghanistan. پیش از اینکه این فصل را تمام کنم، میخواهم دو پرسش دیگر را نیز در میان بگذارم. آیا فکر میکنید بر رسمیت شناختن حکومت کنونی به زودترین فرصت ممکن رخ میدهد؟ It will depend on how the process moves. این بستگی بر روند دارد که چگونه به جلو حرکت می کند. ما خوشبین هستیم که نهادها و حکومت افغانستان حرکت مداوم در روند سیاسی داشته باشند تا این به دست آید. اگر این زودتر نسبت به این که دیرتر صورت گیرد، به سود افغانستان، همسایه ها و همچنان به سود جامعه جهانی خواهد بود. آیا پاکستان طالبان را به عنوان یک حکومت مشروع به رسمیت می‌شناسد؟ به گونه‌ای که یادآور شدم، هر اتفاقی که در داخل افغانستان اتفاق می‌افتد، ما با تمام حکومت‌های قبلی افغانستان در تعامل بوده‌ایم، چه در دوره جهاد، چه در دوره بی‌ثباتی داخلی و دوره‌های دیگر. اما پاکستان روابط فعال با افغانستان را حفظ کرده است. پس ما باور داریم که حکومت موقت مسئول حکومت، اداره نهادها و تمامیت ارضی افغانستان است. تنها پاکستان نیست، بلکه تمام جهان با آنان تعامل می کنند و این تعامل به هدف گام به جلو است. بنابراین مهم است که افغانستان از 4 دهه جنگ بیرون شده است و اکنون باید به گونه سیاسی به خاطر ثبات و پیشرفت اقتصادی به جلو حرکت کند. خب آنان که مسئولیت امور را به دوش گرفتند، با شما مشروعیت ندارند؟ نه خیر، این چیزیست که من به شما میگویم. این یک روند است و آنان در 15 اگست آمدند و کنترل حکومت افغانستان را به دست آوردند و آنان به خاطر کارهای عملی حضور داشته و آنها حکومت موقت هستند. اما تعامل آنان با جامعه جهانی که شامل فراگیر کردن این تعامل و حرکت به سوی به رسمیت شناختن مربوط به افغانستان می شود. میخواهم تکرار کنم که آیا پاکستان در روند به رسمیت شناختن آنان است؟ همه ما در روند به رسمیت شناختن آنان هستیم، اما محیط به رسمیت شناختن آن وجود دارد و زمان صورت خواهد گرفت که به آن مرحله برسیم. افغانستان به عنوان یک کشور باید تصمیم خود را بگیرد. چون طالبان قبلا پرچمشان را در سفارت افغانستان در اسلام آباد بلند کرده اند. این حکومت پرچمشان را در داخل این کشور به اهتزاز درآوردند و در برخی مناطق دیگر نیز این کار را کردند. بحث مهم این است که حکومت موقت در حال حاضر مسئول امور است و بسیاری از جامعه جهانی به شمول سازمان ملل متحد در اینجا حضور داشته و با آنان در تعاملند و کشورهایی که حضور ندارند، سفارتخانه های آنان در دوحه و جاهای دیگری است که با طالبان تعامل دارند. فکر می کنم این یک مرحله است. همه باید آن را درک کرده و بپذیرد تا به خاطر روابط میان کشورها با حکومت افغانستان و مردم در تعامل باشیم. این یک حالت چالش‌زا است، اما نیاز است تا به جلو حرکت کرد. This is a challenging time, but it is important that we should
راجع به پاسخ شما بگویم که جامعه جهانی با آنان در تعامل است، اما آنها سفارت و کنسولی های افغانستان را به آنان تسلیم نکردند و اجازه هم ندادند تا پرچمشان را بلند کنند. آیا تغییر در پالیسی پاکستان با جامعه جهانی وجود دارد؟ نخیر، پالیسی پاکستان در خط با پالیسی جامعه جهانی است. تعامل ما با حکومت افغان به گونه ای است که کشورهای دیگر و جامعه جهانی با آنان در تعامل است و هدف از تعامل ما تضمین عملکردها میان پاکستان و افغانستان و زمینه سازی برای تأمین یک زندگی عادی برای مردم است. Carrying their lives in a normal manner. I may close the chapter here, but این بحث را همینجا خاتمه می دهیم. من می خواهم برگردم به بحث هرس افغانی که نه تنها نگرانی پاکستان بلکه یک نگرانی جهانی است. می خواهم گفته های آقای موید یوسف مشاور امنیت ملی پاکستان که در 27 جنوری آن را اظهار داشت را بازگویی کنم. او می گوید خاک افغانستان هنوز هم بر ضد پاکستان استفاده می شود. آیا پاکستان تهدید را از افغانستان احساس می کند؟ No, it is actually you have to see it in the context, and the context is that in for past many years, when U.S. and NATO forces were present and there were previous governments, we have been taking it up with the Afghan side. باید در واقع به محتوا نگاه کرد. محتوایی که از سالها وجود داشته است. زمانی که نیروهای آمریکایی و نیروهای حکومت قبلی افغانستان وجود داشتند، ما آن را با جانب افغان در میان گذاشته ایم که گروه‌های پاکستانی همچون TTP و بلوچ‌ها وجود دارند که حکومت پاکستان را به چالش می‌کشاند. آنان به خود پناهگاه‌های پیدا کرده و حضور یافتند و حملات را در داخل پاکستان انجام می‌دهند و مردم و نیروهای پاکستان را میکشند. ما موضوع را با حکومت کنونی نیز در میان گذاشته ایم. آنها بار دیگر بر تعهدشان تاکید کردند که اجازه نمیدهند از خاک افغانستان بر ضد پاکستان استفاده شود و ما به این تعهد احترام قائلیم، اما به گونه عملی این گروه ها به فعالیت هایشان هنوز در پاکستان ادامه میدهند. بناً پاکستان بار دیگر تاکید میکند که حضور این گروه ها باید در داخل افغانستان پایان یابد. بدون شک هراس افغانی تهدید برای افغانستان و تهدید برای پاکستان است. ما شاهد چندین دهه خشونت در افغانستان به دلیل موجودیت این گروه ها بوده ایم. از این رو این به نفع مشترک ماست که این مسئله حل شود. حکومت موقت افغانستان دفاترشان را به خاطر تسهیل سازی روند گفتگوها با TTP و حکومت پاکستان به اسلام آباد پیشنهاد کرد و این گفتگوها هنوز هم در جریان است، اما تاکید پاکستان بر تسریع بخشیدن این روند است و این موضوع به گونه مسالمت‌آمیز با پایان برسد و خشونت هایی که از سوی این گروه ها به شمول TTP در داخل پاکستان صورت می گیرد به اتمام برسد و این به سود پاکستان، افغانستان و همه منطقه خواهد بود. And the violence which is being undertaken by these groups, including TTP or any other groups inside Pakistan, should come to an end. It will be in the interest of Afghanistan, it will be in the interest of Pakistan, it will be in the interest of the region. Right, Mr. Ambassador. آقای سفیر، شما در مورد عملکرد مشترک میان دو کشور برای محدود کردن فعالیت های هرس افغانی در هر دو طرف صحبت کردید. آیا راه حل های دیگر نیز است که پاکستان به تنهایی برای محدود سازی این گروه ها انجام می دهد و با تهدید که از سوی افغانستان با آنها روبروست مبارزه بکند؟ Look, Pakistan has fought with terrorist groups inside Afghanistan in a fight against terrorism for many years inside پاکستان برای چندین سال با گروه های هراس افغان در داخل پاکستان مبارزه کرده است و در رابطه با آن گروه و عناصری که در طرف افغانستان هستند ما تلاش کردیم تا با نهادهای اطلاعاتی، نیروهای امنیتی و دفاعی حکومت پیشین در تعامل بودیم و همچنان با حکومت کنونی نیز در تعاملیم. حکومت کنونی به پاکستان توصیه کرد که با این گروه ها گفتگو داشته باشد، به خاطر که گفتگوها نخستین تلاش و گام برای حل هنجاری است. ما امیدواریم که بتوانیم نتیجه مثبت از این گفتگوها به دست بیاوریم، به خاطر که نهادهای دولتی افغانستان در این زمینه پاکستان را در این تلاش‌ها پشتیبانی می‌کند. And we hope that we will be able to resolve the matter through dialogue, because Afghan interim government's institutions have been supportive to Pakistan in that effort. If the negotiation اگر این مذاکرات کارساز نباشند، آیا پاکستان تمایل دارد اما
عملیات نظامی را به خاطر محو این عناصر در افغانستان انجام دهد. I think Pakistan's our hope is that we will be able to make progress through dialogue. امیدواری پاکستان در حل این مسائل از طریق گفتگوها است. در حالی که مذاکرات در جریان باشد، تفکر و اندیشیدن در برابر گزینه‌های دیگر از دید مقام‌های پاکستانی درست نخواهد بود. از این رو من باور دارم که تمرکز ما یعنی پاکستان، نهادهای دولتی افغانستان و TTP که بخشی از مذاکره کننده است، باید حل مسائل از طریق راه‌های مسالمت‌آمیز باشد. Which is the part of this dialogue. The focus should be on addressing this matter through peaceful dialogue, through peaceful means. I have questions about TTP as well, about negotiations. پرسش های درباره TTP و مذاکرات با آنها را دارم، اما پیش از آن می خواهم بپرسم که پاکستان قبلا برخی از مناطق افغانستان مانند کنر و خست را مورد حمله قرار داده است، جایی که مردم ملکی در آن کشته شدند. آیا این بخش از راه حل نظامی برای برچیدن این عناصر بود؟ Pakistan's policy we have before that and even after that these incidents which you are referring to. We have assured Afghan government that it is not Pakistan's policy to violate Afghanistan's border, Afghanistan's territorial integrity. در واقع به مواردی که شما اشاره می کنید، پیش از آن ما به حکومت افغان اطمینان داده بودیم که این پالیسی پاکستان نیست که مرزها و تمامیت ارضی افغانستان را نقض کند. ما به این باوریم که افغانستان یک کشور مستقل است و هر گونه عملیات نظامی که صورت می گیرد باید در خاک پاکستان باشد و نباید در خاک افغانستان صورت گیرد. اما به گونه‌ای که شما می دانید، این یک مرز بسیار طولانی و پرخم و پیچ است و مرز است که هراس افغانان پناهگاه دو طرف آن را دارند. به خاطر همین برخی اوقات در عملیات بر آنها یک طرف اعتراض می داشته باشد و می گویند برخی از خطوط عبور شدند. من فکر می کنم این پالیسی پاکستان است که عملیات امنیتی در داخل پاکستان باشد و هر زمانی که روی یک موضوع مشخص در این خصوص در داخل افغانستان می پردازیم، ما کانال های ارتباطی با نهادهای افغان، ریاست استخبارات و نیروهای امنیتی داریم. نیروهای افغان باید در این خصوص دست به کار شوند. می خواهم بار دیگر به مردم افغانستان و حکومت اطمینان بدهم که این پالیسی حکومت پاکستان نیست که مرزها و حاکمیت افغانستان را نقض کند، اما به احترام ما در این زمینه ادامه می دهیم. So I believe it is not I want to reassure Afghan government, Afghan people that it is not the policy of Pakistan government to violate Afghanistan's border, Afghanistan's sovereignty and we will continue to be respectful in that respect. اگر هر زمان این اتفاق بیفتد، آیا این در هماهنگی با حکومت کنونی افغانستان را خواهد داد و یا این که پاکستان آن را مستقلانه انجام می دهد؟ نه خیر، پاکستان به احترام که آن حملات را انجام داد. نه خیر، به گونه‌ای که به شما گفتم، این عملیات ها بوده و مرز بسیار خم و پیچ دارد. و شما طرف افغان ها را مورد حمله قرار دادید؟ You know, these problems occur when there are این مشکلات زمانی که برخی از گروه ها در طرف افغانستان پنهان می شوند و بر نیروهای امنیتی پاکستان و یا هم بر مردم غیر نظامی که در اطراف مرز حمله می کنند به وجود می آیند. این همه به خاطر مرزهای متخلخل اتفاق می افتد. اما اگر این گونه نقص ها صورت بگیرد، هر دو طرف میکانیزم هایی دارند تا این همه موارد را برجسته بسازند. وقتی چنین موارد رخ می دهند، بر بنیاد طرز العمل دیپلماتیک حکومت افغانستان از من میخواهد به وزارت خارجه بیایم. وزیر خارجه و معاون وزیر خارجه این موضوع و اعتراض هایشان را در این باره شریک میسازند و من آن را به مقام های من حمل میکنم. پالیسی ما احترام قائل شدن به حاکمیت و مرزهای افغانستان بوده و آن را در هیچ مورد نقض نکنیم. آیا آن نقص نبوده و آیا در هماهنگی با حکومت صورت گرفته است؟ به گونه‌ای که به شما بیان کردم، این رخ داده و در برخی مواقع حل شده است، اما پاکستان پالیسی نقص را ندارد. گفتگوها میان حکومت پاکستان و تحریک طالبان پاکستانی با میانجیگری حکومت سرپرست صورت گرفت. می‌خواهیم درباره نقش امارات اسلامی در این خصوص بدانیم. نقش امارات اسلامی چیست؟ میانجی، لابیگر، ضمانت کننده و یا هم ناظر گفتگوها؟ I think Afghan interim government, as when we engaged after 15th August, when Afghan interim government established itself and reactivated the institutions here,
including security and defense institutions. We raised this issue of TTP problem with them. زمانی که حکومت افغان خود را تأسیس کرده و نهادها را به شمول نهادهای امنیتی و دفاعی دوباره فعال کردند، ما مشکل TTP را در میان گذاشتیم و آنان پیشنهاد میانجی را داده و یا می توانند که دفاترشان را به خاطر تسهیل سازی فراهم کنند. چندین دور از گفتگوها صورت گرفتند که برخی از آنها با کمک مردم قومی در مناطق مرزی افغانستان و برخی دیگر آن با کمک نهادهای امنیتی و دفاتر حکومت موقت در کابل صورت گرفت. هدف و آجندای این گفتگوها گام به جلو و خاتمه این همه مسائل از طریق گفتگو بوده. در نتیجه آن اعتماد سازی میان دو طرف صورت گرفته و TTP تمدید آتش بس را اعلام کرده و گفتند که خشونت از سوی آنان صورت نمی گیرد و امیدوارم پیروی این ادامه یابد. پس از آن در برخی از موارد این گفتگو که هنوز در جریان است و نمی خواهم به جزئیات آن بپردازم، اما دور گفتگوها باید ادامه یافته و امیدوارم با شمولیت اقوام دو طرف مرز باشد. ما به رسیدن به این هدف خوشبین هستیم. This negotiation is underway. I would not like to comment on its details, but I think these negotiation rounds have continued to take place, and we hope that with the involvement of tribes on both sides, it will the process. We are optimistic that the process can deliver on this objective. Sir Ambassador. آقای سفیر، شماری از فرماندهان ارشد و برخی از اعضای TTP ترور می شوند. آیا گفتگوهای شما با آنان در خاک افغانستان سودمند بود؟ No, it is the whatever activities, whatever incidents have been taken place on the Afghan side. هر گونه اتفاقی که در افغانستان رخ می‌دهد، تنها نهادهای امنیتی می‌توانند که پاسخ بدهند که این همه چگونه به وقوع پیوسته است. من یک بار دیگر می‌خواهم تکرار کنم که پاکستان پالیسی و قصد برای نقص حاکمیت و مرزهای افغانستان ندارد. این یک خط مهم است که ما آن را ترسیم کرده‌ایم و ما باور داریم که افغانستان یک کشور مستقل است و راهی وجود ندارد که پاکستان آن خط را نقص کند. افغانستان is an independent and sovereign country, and whatever there is no way that Pakistan can violate that line. The talks that happened. گفتگوهایی که میان TTP و حکومت پاکستان صورت گرفتند در داخل افغانستان سودمند بود. These have been very useful, and these have not only been taking place inside Afghanistan. این همه بسیار مفید بودند و نه تنها در داخل افغانستان، جایی که حکومت موقت برای تسهیل سازی آن تلاش کرد صورت گرفت و گفتگوهای بسیار سازنده نیز در میان بود. اما برخی از عناصر دیگر نیز هستند که این روند را پشتیبانی می کنند، مانند جرگه قومی که از پاکستان به کابل می آیند و تا کنون دو جرگه و یک دیدار علمای پاکستان صورت گرفته است. زمانی که علما آمدند گفتگوی با فرماندهان TTP داشتند و تلاش کردند تا آنان را به اهمیت صلح و ثبات افغانستان و پاکستان تشویق کنند تا این همه مسائل پایان یابد. For the peace and stability in Pakistan and peace and stability in Afghanistan, that this issue should come to an end. آیا نشانه‌هایی وجود دارد که این مناقشه‌ها به‌زودی پایان می‌یابد؟ We are optimistic because we believe that peace process. اما خوشبین هستیم، چون ما باور داریم که روند صلح و گفتگوهای مسالمت‌آمیز راه مهم برای پایان بخشیدن این مسائل است. اگر برخی از پرسش‌های درباره هند نیز داشته باشم، هند به جز سفیر برخی از دیپلمات‌های خود به افغانستان را فرستاده است تا افزای را بررسی کرده و کارهای دیپلماتیکشان را اثر گیرند. آیا پاکستان اثر گیری حضور دیپلماتیک هند در کابل را پشتیبانی می‌کند؟ We believe both Afghanistan and India are sovereign countries and they have independence, they have authority to decide their own relations. ما باور داریم که هند و افغانستان هر دو کشورهای مستقلند و اختیار روابطشان را دارند. بله، ما آگاه شدیم که دیپلمات‌های هندی برگشتند و سفارتشان را در سطح پایین بازگشایی کردند و ما اعتراض و ملاحظه‌ای درباره آن نداریم. اما نکته مهم این است نقشی که هند در 15 یا 20 سال اخیر در حسب پشتیبانی از گروه‌های ضد پاکستان به خاطر بی‌ثبات‌سازی مرز پاکستان و افغانستان در منطقه بازی کرده است. این
گونه رفتارها باید تغییر کند. حضور دیپلماتیک هر کشور در افغانستان به خاطر توسعه صلح و ثبات و پیشرفت باشد و نباید به روابط افغانستان با کشورهای دیگر به ویژه پاکستان مضر باشد و در عین حال به خاطر پشتیبانی ائتلاف منطقه باشد. ما باور داریم که امروزه این منطقه در مرحله مهم قرار دارد، جایی که همه کشورهای منطقه به خاطر پشتیبانی ثبات در افغانستان و اتصال بهتر منطقوی و میان مرزها و ائتلاف اقتصادی منطقوی یکجا شوند. اگر این همه رخ می‌دهند، از دید ما یک نتیجه مثبت است. Positive outcome from our point of view. Referring to your answer, Mr. Ambassador, but on the contrary, راجع به پاسخ شما آقای سفیر، برعکس هند پاکستان را به بی‌ثباتی منطقه به ویژه در مرز با خود متهم می‌کند. شما چی تبصره درباره آن دارید؟ نخیر، نقش ما بسیار روشن است. پاکستان و افغانستان مرز طولانی 2600 کیلومتر دارند. نخیر، با افغان ها نه، بلکه منظورم از مرزی که با هند دارید. مرز با هند؟ We have our own relationship with India, and India has not been in dialogue with Pakistan, and we have been saying that Pakistan has been open to or has always been open. ما روابط خود را به هند داریم و هند در گفتگو با پاکستان نبوده و ما همواره گفتیم که پاکستان به خاطر گفتگو با هند باز است، اما هند از دیرزمان بدین سو در این گفتگوها شرکت نکرده و از سوی آنان به تعویق انداخته شده. در آگوست سال 2019 هند در برابر مسلمانان کشمیری به خاطر مهار خواست مسالمت‌آمیز برای خودمختاری دست به اقدام یک جانبه زد. این مسائل به خاطر گفتگوها میان هند و پاکستان و روابط میان این دو کشور مثمر واقع نشده است. از دید ما روابط میان پاکستان و هند مستقلانه از روابط میان پاکستان و افغانستان است. بنابراین باید این دو روابط را از دید مستقلانه نگریست. اما هر حرکت منفی هند در مرز پاکستان و افغانستان باید قابل اعتراض به پاکستان و همچنان افغانستان باشد. Have to see these two relations very independently, but India doing anything negative along Pakistan-Afghanistan border has to be objectionable both for Pakistan as well as Afghanistan. We have been to some places in Afghanistan. شما به برخی از مناطق افغانستان رفته و در این اواخر در بخش خداحافظیتان با شما از مقام ها دیدار کرده اید. آیا پیشنهادهایی با آنها نیز داشتید؟ As part of my farewell, as well as in my normal interaction during my tenure here, also my messaging, my interaction با عنوان بخشی از خداحافظی و همچنان دید و بازدیدهای عادی من در جریان ماموریتم، پیامم به طرف همسخن، روابط قوی پاکستان و افغانستان، توسعه داد و ستد اقتصادی بیشتر به خاطر پیشرفت‌ها در مرز طولانی میان دو کشور و کار کردن به خاطر ائتلاف اقتصادی منطقه، افغانستان و پاکستان و همچنان اتصال از طریق افغانستان با آسیای مرکزی و فراتر از آن بوده است. تمرکز گفتگوی من بر این همه موارد و مسائل روابط دو جانبه بوده است. به گونه مثال زمانی که با وزیر صحت دیدار میکنیم روی موضوعات بهداشتی و زمانی که با وزیر آموزش و وزیر تحصیلات عالی دیدار میکنیم روی همکاری های آموزشی میان دو رایزنی میکنیم. همه این دید و بازدیدها در همچون دیپلمات ها که با حکومت میزبان و همچنان سیاسیون دیدار میکند بوده است. من با حکومت موقت، جامعه مدنی و همچنان با سیاسیون برجسته همچون حامد کرزی رئیس جمهور پیشین، دکتر عبدالله عبدالله، گلبدین حکمتیار و همه آنانی که در اینجا هستند دید و بازدید داشتم و من در جریان بود و باشم در اینجا با همه رهبران افغان در گفتگو با آنان بسیار باز بودم. Former President Hamid Karzai, Dr. Abdullah Abdullah, Gulbuddin Hikmatyar, and all those who are here. So I have been very open and transparent my interaction with the Afghan leaders during my stay here. Mr. Ambassador, you were just saying something about. آقای سفیر، شما درباره ملاقاتتان با کرزی گفتید. با او چگونه یک گفتگویی داشتید؟ What sort of conversation did you have with him? We have very focused conversation that Pakistan and Afghanistan, as President Karzai himself used to say, that we are.
گونه ای که رئیس جمهور کرزی خودش در گذشته می گفت که پاکستان و افغانستان همچون دو پیکر مشترک هستند. گفتگوی ما به خاطر ثبات، توسعه، پیشرفت و همکاری ها میان دو کشور که باید مستحکم تر شود و اگر چالش هایی وجود داشته باشد باید بر آن فائق شویم. و این یک گفتگوی صادقانه و داوطلب میان ما و رئیس جمهور کرزی بود. Very candid conversation between me and former president Hamid Karzai sir. Some weeks ago he made two او دو ادعای جدی بر پاکستان داشت. نخست اینکه بازگشایی مکاتب دختران در دست پاکستان است و دوم اینکه او تهدیدی از سوی طالبان نه بلکه از پاکستان احساس میکند. آیا شما درباره این مسائل صحبت کردید؟ I think you should talk to him about these things. I have you know in my interaction I have conveyed to him that these assumptions are not correct. Number 1 on girls education Pakistan has continued. در گفتگو با او برایشان گفتم چنین گمانه‌زنی ها درست نیست. نخست درباره مکتب های دختران پاکستان به گونه باز از آن پشتیبانی کرده و گفته است که زنان در افغانستان نزدیک به 50% جمعیت کشور را تشکیل داده و آموزش دختران مهم است. رفتن دختران به دوره های ابتدایی، متوسط و عالی به مکتب ها و همچنان به دانشگاه ها مهم بوده و دختران در پاکستان آموزش پشتیبانی کرده و آماده است تا به گونه عملی کمک کند. هر جایی که نیاز به فراهمسازی ارتقای ظرفیت و اینکه اطمینان حاصل شود که دختران بتوانند در 34 ولایت افغانستان به مکتب ها رفته و فرصت های آموزشی داشته باشند. مورد دیگری که شما با آن پرداختید سفر او بوده. تهدید از سوی پاکستان. I think it is also baseless. Pakistan has nothing to do with this. فکر میکنم این نیز بی اساس است و پاکستان هیچ کار به این ندارد. من گفتگوی بسیار صادقانه با رئیس جمهور پیشین کرزی داشتم و در واقع زمانی که روند صلح سال گذشته در جریان بود ما از کرزی دعوت کردیم تا از پاکستان بازدید کرده تا نظر او به خاطر این که روند گفتگوهای صلح چگونه از دید او پشتیبانی شود را داشته باشیم. بنابراین ما به خاطر گفتگو با همه افغانها بازیم و حتی با آن عده افغانهایی که با ما خوب نیستند. ما در جهان متمدن زندگی میکنیم و نیاز به گفتگوی صادقانه با هم دیگر داریم. رهبران افغان که دیدگاه دیگر درباره روابط افغانستان و پاکستان و یا درباره صلح و ثبات در افغانستان داشته باشند، پاکستان در گفتگو با آنان باز است. شما میبینید که ما در سالهای اخیر در تعامل بوده ایم. رهبرانمان به اینجا آمدند و با همه این رهبران تعامل داشتند. All Afghans, and we have been engaging in recent years. You have seen our leaders when they come here; they engage with all these leaders. You said that it's a baseless. شما گفتید این یک ادعای بی اساس است. اما یک شخص همچون کرزی، کسی که نزدیک به 14 سال رئیس جمهور و رهبر 35 میلیون جمعیت بود و بیش از هر رهبر دیگر 21 بار به پاکستان سفر کرد. چرا باید یک کس مثل او چنین یک ادعای به بنیاد داشته باشد؟ من اساس این ادعا را نمی دانم. آیا می شود پرسشتان را دوباره مطرح کنید؟ او هیچ تهدید از سوی طالبان احساس نمی کند اما از پاکستان می کند. نه خیر. من به شما اطمینان می دهم با او گفتگوهای زیاد داشتم و رهبران پاکستان نیز گفتگوهای همیشگی با او داشتند. من مجبور می شم بگویم که این همه ادعاها بی اساسند. او هیچ گونه تهدید از پاکستان ندارد و ما یک تعامل بسیار دوستانه شخصا با او را می خواهیم. پیش از این که من فصل درباره موضوعات اقتصادی میان دو کشور را بگشایم میخواهم بپرسم ممکن شما واکنش های در رسانه های اجتماعی درباره خود به خاطر رفتنتان به سفارتخانه ها وزارتخانه ها و دید و بازدیدتان دیده باشید. بسیاری از مردم شما را متهم می کنند که این اصول دیپلماسی نیست. من با همه بخشهایی از جامعه افغان در تعامل بودم، با حکومت گذشته، با جامعه مدنی افغان، با تجارت پیشه ها و با رهبران افغان از همه احزاب و حتی آن رهبرانی که پس از اگست 2021 در بیرون از افغانستان زندگی می کنند و زمانی که در اینجا بودند گفتگوهای همیشگی با آنان داشتم. در گفتگوهایم هیچگونه مسائل را که در تضاد با اهداف صلح و ثبات افغانستان و تقویت روابط میان پاکستان و افغانستان بوده باشد
مطرح نکردم. من بار دیگر این واژه را استفاده می کنم که این همه یک ادعا و کارزار بی اساس است که از سوی یک گروه کوچک هماهنگی شده است. Orchestrated campaign on the social media by a very small group. Social media groups, you know, are not cannot be identified in black and white. There are groups. این گروه های رسانه های اجتماعی است و نمی توان آن را به گونه سیاه و سفید شناسایی کرد و گروه هایی هستند که منافعی از میان رفته را دنبال می کنند. زمانی که بسیاری از مردم را ملاقات می کنم، تأکید و خواست آنان این است که رفت و آمد میان دو کشور تسهیل شود و رفت و آمد های زیاد و همچنان داد و ستد بیشتر اقتصادی صورت بگیرد. حتی در جریان یک سال گذشته از اگست سال 21 الی اگست سال 22 پاکستان ویزاهای زیاد را به افغان ها به خاطر سفر به پاکستان صادر کرده است و شمار زیاد به خاطر دریافت ویزا درخواست می کنند و این خود نشان دهنده این است که پالیسی پاکستان تعامل با همه افغان ها از هر قوم و از هر پس منظر سیاسی که باشند است. بنابراین پالیسی ما کمک به افغان ها به خاطر چالش هایی که امروزه با آن مواجه هستند می باشد. فکر می کنم هر جایی که رفتم از من استقبال شده است و هر آنچه را در بخش از رسانه های اجتماعی می بینید یک کارزار انتقادی است و این به خاطر سود تلف شده است و من درباره آن بسیار واضح هستم. Shade of opinion. So our policy has been to assist Afghans in most of the challenges they face today. So I think wherever I go, I have been welcomed. And whatever you see on some parts of social media, a critical campaign. This is because of some vested interests. I'm really clear about it. شما با ننگرهار به شرق افغانستان نیز رفتید تا از یک معدن زغال سنگ نظارت کنید. آیا چنین است؟ نخیر، این درست نیست. این یک معلومات نادرست است. من به آنجا رفتم و با اتاق صنعت و تجارت مشترک پاکستان و افغانستان بخش ننگرهار گفتگو داشتم و این از سوی تجارت پیشه هایی که به گونه همیشگی داد و ستد دارند فراهم سازی شده بود. من به تورخم نیز سفر کردم و هدف از آن سفر ایجاد فراهمسازی دو طرف مرز بود و شما می دانید که اوضاع مرزی بسیار خوب نیست و کارهای زیاد به خاطر توسعه رفت و آمد در این مرزها نیاز است. In the facilities on both sides of the border, because you know conditions of border are not ideal, they are not very good, and I think there is a lot more work is required in the coming months and years to improve these border crossings. آیا توانستید برای دو طرف تسهیل سازی کنید؟ Yes, I think it has to be that both sides have been working together. بله، دو طرف یک جا با هم کار میکنند و سهولت ها نسبت به 6 ماه گذشته بهترند و سهولت ها باید بیشتر شود و کارهای زیاد به خاطر این کار نیاز است، چون رفت و آمد مردم در مرز بسیار زیاد است. دو طرف باید روی فراهمسازی چنین سهولت ها نه تنها در تورخم بلکه در غلامخان، چمن و نکات دیگر عبوری مرزی کار کنند. اما سفر من در ننگرهار به خاطر دیدن از کدام معدن زغال نبود، اما اگر کدام سفیر از یک معدن زغال سنگ دیدن کند برای توسعه تعامل اقتصادی است. ذخیره‌گاه برق و شرکت‌های سمنت پاکستان از افغانستان زغال سنگ خریداری می‌کنند. تجارت پیشه‌های افغان این زغال سنگ را می‌فروشند و تجارت پیشه‌های پاکستانی آن را خریداری می‌کنند و این یک معامله خصوصی تجارتی است. فکر می‌کنم این کارزار معلوماتی نادرست است که در برخی از رسانه‌های اجتماعی دیده می‌شود. Businessmen are selling this coal. Pakistani businessmen are buying this coal. So it is a private business-to-business interaction. So I think it is a disinformation kind of campaign which you see in some of the social media sections. And that's why you bring it here to make it clear. به خاطر همین این گفته ها را اینجا مطرح می کنیم تا به مردم روشن شود. اگر فصل مسائل اقتصادی را باز کنیم، افزایش صادرات زغال سنگ به پاکستان یک سر و صدای زیادی را در داخل و بیرون از افغانستان به وجود آورده است. می شود بگوید آیا میزان صادرات زغال سنگ افزایش و یا هم کاهش یافته است؟ During this year, despite all the challenges, Afghanistan's exports to Pakistan have been higher than Pakistan's exports. در جریان این سال با وصف چالش‌ها صادرات افغانستان به پاکستان نسبت به صادرات پاکستان به افغانستان بلند بوده است. این مسئله را با نگرش مثبت می‌نگریم، چون مردم و حکومت افغانستان را کمک کرده است.
زغال سنگ یکی از تولیدات بوده که از سوی وارد کنندگان پاکستانی که به آن نیاز دارند از صادر کنندگان افغان خریداری می کنند. بله، زمانی که افزایش در قیمتهای زغال سنگ دیده می شود، نشان دهنده این است که سیاسی سازی این مسائل چگونه بر تجارت اثر می گذارد. تجارت پیشه های افغان از این ناحیه ضربه دیدند. اما با وجود این چالش ها که در چند هفته گذشته رخ دادند، صادرات زغال سنگ، میوه، قالین، پنبه و اجناس دیگر به پاکستان افزایش یافته است. بار دیگر میخواهم تاکید کنم که این یک تجارت شخصی است و تعامل بهداشتی میان دو کشور است و به جای سیاسی سازی آن پشتیبانی شود. پاکستان has continued to register increase and this is again I would emphasize this is a private business to business activity. It is a healthy interaction between the two countries and it should be supported and not politicized. So Mr. Ambassador, but there is a problem with the people says آقای سفیر, این برای مردم مبهم است. این که داد و ستد میان دو کشور با کدام واحد پولی صورت میگیرد؟ Pakistan is ready to have trade with Afghanistan in any currency, in dollars. پاکستان آماده تجارت با افغانستان با هر واحد پولی، دلار، روپیه و افغانی است. اما مسئله مهم این است که سیستم بانکی افغانستان در حال حاضر با محدودیت مواجه است. به همین دلیل در برخی مواقع واحد پولی هر دو کشور میان وارد کنندگان و صادر کنندگان هم تبادله می شود و این میان حکومت با حکومت نیست. این به صادر کنندگان ربط می گیرد که معاملاتشان با کدام واحد پولی صورت می گیرد. اما به خاطر محدودیت های اقتصادی بر افغانستان دلار نمیتواند در این داد و ستد استفاده شود. To do a deal in rupees or to do a deal in afghani or to do a deal in dollar they can do, but dollar exchange cannot take place because Afghanistan is the restrictions because of the economic restrictions. And Mr. Ambassador, I remember and آقای سفیر، به یاد دارم در مصاحبه قبلیتون با تولو نیوز شما در مورد پروژه تاپی صحبت کردید و گفتید که 3 ماه بعد آغاز خواهد شد. اما حالا 6 ماه از آن زمان میگذرد و تاکنون کار آن آغاز نشده است. مشکل در چیست؟ تاپی is an important project and all the member countries in TAPI are supporting this project. تاپی یک پروژه بسیار مهم است و تمام اعضای دخیل در تاپی خواهان پشتیبانی این پروژه است. این پروژه می تواند گاز مورد نیاز را از آسیای مرکزی به آسیای جنوبی فراهم سازد. این پروژه باید آغاز می شد و پیشرفت های بیشتر نسبت به حالا صورت می گرفت. شما درست گفتید. این پروژه به تعویق افتاده و در گذشته به دلیل مسائل امنیتی پیشرفت نداشته و اکنون که مسائل امنیتی حل شده، اما هنوز هم محدودیت های اقتصادی در افغانستان است. شرکت های در ترکمنستان، افغانستان و پاکستان به گونه منظم با هم تعاملشان را دارند، اما پروسه به کندی پیش می رود. اما پیشرفت در این مسئله و مسائل دیگر همچون پروژه خط ریل میان ازبکستان، افغانستان و پاکستان صورت می گیرد. ما از این پروژه ها پشتیبانی می کنیم، چه پروژه تاپی و چه پروژه خط آهن افغانستان باشد. پاکستان از این پروژه ها و همچنان همه کشورهایی که در آن دخیلند نیز از آن پشتیبانی می کنند. خب زمان برای اثرگیریان مشخص است؟ این بسیار مشکل است که بگویم چه زمانه، چون برخی از مردم برای تامین امنیت آن تعیین شدند اما از سرگیری کار آن مشخص نیست. تنها می توانم بگویم که تلاش ها از سوی شرکت ها و حکومت های مربوط به خاطر اثرگیری کار صورت گرفته است. هر قدر زود که انتقال گاز ترکمنستان به پاکستان آغاز شود به سود پاکستان خواهد بود. Fit of Pakistan. And you were saying something about visa you have issued. شما درباره ویزا نیز اشاره داشتید و گفتید ویزاهای زیادی را از آگوست سال گذشته تا امروز صادر کرده اید. اما روند با درخواست کنندگان پیچیده شده است و اکنون درخواست کنندگان به خاطر دریافت ویزا باید دعوتنامه داشته باشند. چرا این پیچیدگی؟ What's the problem? Why is I think Pakistan has no problem or no restriction. پاکستان به خاطر صدور ویزا به افغان ها محدودیت ندارد، اما پروسس ویزا یگانه چالش است که در اینجا به افغان ها مشکل را به بار می آورد، چون این درخواست به گونه آنلاین است و درخواست کنندگان خودشان ثبت نام نمی کنند و به شرکت های دیگر رفته و از آنجا درخواست می کنند. برخی از مقررات وجود دارند که جهانی اند. پاکستان و افغانستان دو کشور مستقلند و هر زمانی که رفت و آمد میان دو طرف صورت می گیرد باید از
برخ مقررات پیروی کنند. دعوتنامه یک نیاز جهانی است و یک افغان که به هر جای دیگر برود به دعوتنامه نیاز دارد و این یک مقرره سخت نیست. هر افغان و یا پاکستانی که در پاکستان زندگی می کنند می توانند یک خط کوتاه را بنویسند و آن را می توانند با درخواستیشان ضمیمه کنند. It is not a difficult requirement. Any Afghan living in Pakistan or any Pakistani living in Pakistan can give a very small handwritten invitation. It can be attached with the application and it can be... و آنان که کسی را در آنجا نمیشناسد چی میشود؟ کسی دیگری با آنان وجود دارد؟ In that case, when they are going for a visit... در آن صورت اگر آنان به خاطر بازدید و یا هم به هدف تجارت میروند، باید چیز مرتبط به تجارت داشته باشند. و اگر به هدف مسائل پزشکی میخواهند بروند، یک نسخه از دکتران پاکستان نیاز است. باورها بر این است که برخ از ویزه ها در بازارهای سیاه به 400 الی 1000 دلار به فروش میرسند. There are these allegations and this is very painful. Because I believe that government of Pakistan is not. این همه ادعاها است و بسیار دردآور. چون من باور دارم که حکومت پاکستان هیچ گونه هزینه دیگر وضع نمی کند. تنها 8 دلار را به خاطر فیس ویزا تعیین کرده است. این بسیار دردآور است که برخی از ویزاها فروخته می شوند. به وزارت‌های خارجه و داخله پیشنهاد کردم که اگر یک سیستم منظم شرکت‌های ثبت نام کننده ایجاد شود و زمانی که یک مسئله نادرست در مسائل ویزا صورت می‌گیرد، می‌توانیم آن را دنبال کرده و در برابر آن اقدام کنیم. اگر آن از سوی مقام های پاکستانی صورت می گیرند، پاکستان می تواند در برابر آن اقدام کند و اگر افغان ها شامل آن باشند، حکومت افغانستان می تواند در برابر آن اقدام کند. با دو پرسش دیگر نیز شما را زحمت خواهم داد. شما چگونه که افغانستان را ترک می کنید؟ What sort of Afghanistan are you leaving behind? I think Afghanistan, my own دیدگاه من این است که افغانستان را در یک یادداشت خوشبینانه ترک می کنم، چون در چند سال گذشته ناروشنی در روند گفتگوهای صلح وجود داشت و با وجود همه چالش ها زمانی که تغییرات صورت گرفت بگونه مسالمت آمیز بود و با خشونت های بیشتر همراه نبود. این در واقع یک فرصت را برای افغان ها فراهم می سازد تا با همه این چالش ها کنار آیند و این نباید از دید منشور جامعه جهانی نگریسته شود. اما موضوعات همچون چارچوب فراگیر سیاسی، آموزش، حقوق بشری و هراس افغانی باید از طیف شهروندان افغان نگریسته شده و به خواستای افغانها حل و فصل شوند. اکنون افغانستان در راه سیاسی به جلو است و جنگ‌های 14 را پشت سر رها می‌کند. باور دارم که من با یک یادداشت خوشبینانه افغانستان را ترک می‌کنم، اما هنوز هم کارهای زیاد نیاز است که صورت گیرد و این کارها باید از سوی افغانها صورت گیرد. And they should be resolved according to an Afghan, the desire of Afghan citizens. And I believe that Afghanistan, since it has now embarked on a political way forward to put behind 4 decades of conflict and move to a new era. So I am leaving Afghanistan in my own, my own view is that it is an optimistic note. It will, of course, require more work by Afghans. And I think this work has to be done by Afghans. And are you willing to come back? آیا تمایل به برگشت دارید؟ I am so close to Afghanistan. من بسیار به افغانستان نزدیک هستم. یقینا که از افغانستان با یک ظرفیت، نقش و نحو متفاوت تعامل بازدید خواهم کرد. اما بهترین آرزوهایم به خاطر توسعه، ثبات و پیشرفت افغانستان خواهد بود. Progress, stability. آقای منصور احمد خان، سفیر پاکستان در افغانستان، بسیار زیاد تشکر از وقتتان. Thank you so much.